سلام، موشکاف با آرزوی یه هفته خوب برای همه شما دوستان باصفا میره سراغ موشکافی امشب و ادامه سریال بدبختی‌های عظما. این بار میخوایم یه نگاهی به جمع بازار آخوندا بندازیم و خورخور خرچنگ ولایت رو ببریم زیر ذره‌بین موشکافی. این گندبک عمامدار قبل از همه رفت سراغ ماسمالی فضاعت 22 بهمن و آمارسازی های نجومی. یک مطلب تشکر، تقدیر، تکریم از شما مردم خوب که جدن با حضور بسیار شکوهمند ده ها میلیونیتون به نظام اسلامی آبرو دادید. ده ها میلیونی؟ بابا خیلی کم داری میگی خرچنگ. کی به کیه؟ تاریکیه؟ همینجوری برو بالا، کسی که نمیاد بشموره. بگو صدها میلیونی، اصلا بگو صدها میلیاردی. میگن ساندیس خورای کرات دیگه هم اومده بودن. دروغ که مالیات نداره. ببند ببین چی میشه. تو اکثر شهرها استانها که خبر می آوردن دو برابر سال گذشته، گاه سه برابر سال گذشته، کم کم همانند سال گذشته. چی شد؟ چرا مثل پیستون جیان هی بالا و پایی میکنی؟ بالاخره دو برابر سال گذشته یا سه برابر؟ مگه داری سبزی خوردن میفروشی که هی کم و زیاد میکنی؟ بعد چرا عرق کردی؟ بابا اصلا 22 بهمنو ولش کن. یه بزبیاری بود روی باقی بزبیاری های ولایت. جای این حرفا برو رو درد اصلی نظام. بالاخره عظما با این ضرب الاجل میخواد چیکار کنه؟ در عرصه مسائل هسته‌ای جلوه اعتدال دوری از افراط و تفریطه. افراط این است که کسی بگه این توافق فتح الفتوح بود، پیروزی بزرگ بود. نه خیر، این چنین نیست. یک حرکت عادی در سیاست خارجی ما بود، انجام گرفت. پس منظور دینه که رئیس جمهور نظام که همون شیخ پری باشه سمبول افراطه؟ آره، چون این حرفایی که گفتی حرفای اصلا فرفره بود. خب گرفتم، تکلیف شیخ افراطی روشن شد. حالا بگو ببینم تفریط کاراش کیان؟ تفریط اینه کسانی بنشینن بگن مذاکره کنندگان رفتن کشور را فروختن. این هم نادرسته. مذاکره کنندگان فرزندان این ملتند. چند بار بگویند که ما مطیع ولایتیم، چند بار بگویند ما در چارچوب اوامر ولایت برنامه هامونو تنظیم میکنیم. اگر میخواهید پیدا کنید دوره‌ای که کشور فروخته شد، اون دوره ای بود که دیکتاتورها بر این کشور حاکم بودن. ولی تا سایه ولایت فقیه بر سر ماست که ان شاء الله تا انقلاب حضرت مهدی خواهد بود، کشور فروخته نشده، نمی شود و نخواهد شد. دل واپسان نظامو هم دراز کردی که لابود علی گدا هم همون بدبخت فلک زده ایه که وسط دورایی افراط و تفریط گیر کرده. ها تو خودت این وسط چی کاره ای؟ ما همون نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگردارتر از صد مردیم. هر زمان شور خمینی به سر افتد ما را دور سید علی خامنه ای میگردیم. زکی چه غلط ها، تو که تا دیروز تایر به سر غیره تو کمر بودی، حالا چی شد نسل جوان شدی؟ اما باشه بگرد، اینقدر دور سید علی خامنه ای بگرد تا گیج بزنی و پهن زمین بشی. بابا با این دادارا دودورا کیو میخوای خر کنی؟ بدبخت الان کار نظام به جایی رسیده که بسیجی دهنگ و شادم از ترس ضرب الاجل رفته ریششو تراشیده اینا.
دیدی گیر افتادی؟ دیدی دستت بسته است؟ دیدی زمین گیر شدی؟ واژه گیر افتادن، واژه دست بسته بودن در شأن امریکایی هاست. هر جا اینا وارد شدن با دادن تلفات زیاد دست از پا درازتر فرار کردن. شما دست بسته اید، شما روزی که این ملت رو تحریم کردید، تحریم جدید، به الا از اول تحریم بودیم، مرداد سال 91 بود، گفتید یک ماه دیگر ایرانی ها دست تسلیمشون را بالا میبرند. یک ماه دیگر روز قدس بود، ایرانی ها به صحنه آمدن، دست هاشون را به صورت مشت بالا بردن و گفتن مرگ بر آمریکا. فعلا که اون ظریف سینه خیز رفته پای میز مذاکره با مشت خالی و قامت آویزون در حال قدم زدن با شیطان بزرگه. کار از شعار هارت و پورت گذشته خرچنگی، ضرب العجل و به چسب که خربزه آبه. به علی گدو هم بگو دوران بندبازی تموم شده، یا باید بره تو خط افراد یا باید بره تو کار تفرید. البته برای عزمای هیچ فرقی نمی کنه، چون تای هر دو خط کل پا شدنه. Oh.